عصر همگی بخیر و با سلام خدمت همه شما دوستان عزیزان، مفتخرم که امشب در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از ICBA که این زمینه رو فراهم کردن ما گفتگو داشته باشیم، به خصوص آقای مهندس صفاپور عضو هیئت مدیره، و همچنین تشکر میکنم از آقای مهندس مهران حیدری که در واقع موضوع امشب به پیشنهاد ایشون بود و به نظر منم پیشنهاد هوشمندانه‌ای هستش، و همچنین از خانم یکتا سیف تشکر میکنم. واقعا توی این مدت که برای هماهنگی کارها مزاحمشون میشدم، وقت و بی وقت ایشون جواب میدادن و در اسرع وقت کار رو انجام میدادن. امروز هم که روز جهانی منع خشونت علیه زنان هستش، واقعا جای تأسف داره که در مملکت ما آمار خشونت علیه زنان در جامعه و محیط کار و حتی خونه خودشون بالاست. اگرچه خوشبختانه ما در کانادا در جامعه خودمون کمتر میشنویم این موضوع رو، ولی در جهان این آمار نگران کننده است. حتی امروز من در دویچه وله میخوندم که در آلمان در هر ساعت 13 مورد گزارش میشه از خشونت و تعرض به خانوم ها، که البته رقم واقعی بیشتر از اینه، اینا مواردی است که گزارش دادن. در صد این موضوع نیاز به یک عزم همگانی داره برای اینکه جهان محیط امن‌تری برای خانوم ها باشه، و خلاصه امشب بهونه خوبی است که ما آقایون دلجویی کنیم و جبران کنیم و خانوم ها هم همینطور با گذشت نشون بدن که شایسته چیز کمتر از محبت و لطف نیستن. خب ما جلسه امروزمون در مورد استفاده از کولد فرم ها در ساختمان های کاستوم هوم یا خانه های سفارشی هستش. خب موضوع ما قبل از اینکه یک موضوع فنی و تکنیکالی باشه، یعنی یک بخشش بحثای فنی و تکنیکاله، یک بخش دیگرش اصلا درک شرایط هست، و این موضوع خب موضوعی هستش که یه جور پارادایم شیفت هست، یه مقدار تغییر ذهنیت هست در مورد کار ساختمان سازی. برای همین موضوع من میخواستم که جلسه‌مون حالت گفتگو داشته باشه، به این صورت اینکه من مطلب رو فقط ارائه بدم و شما دوستان به شکل منفعلانه دریافت کننده باشین، خواستم که به این صورت نباشه. خب دانش خیلی زیاده، به راحتی در همین گوشه موبایلمون ما میتونیم انواع اقسام دانش رو و اینفورمیشن رو، ببخشید اینفورمیشن خیلی زیاده، و ما میتونیم از همین گوشه موبایلمون انبوهی از اطلاعات رو دریافت کنیم، ولی چیزی که واقعا کمه خرد هست، و خرد هم ناشی از پرسش های خوب، گفتگوهای سازنده و همچنین تحلیل درست اطلاعات هست. برای همین من مدار جلسه رو میخوام به شکل گفتگوی با ایزتون ببرم جلو. خب ما تو این جلسه راجع به اولا کاری که حالا ما میکنیم، ببخشید به عنوان حالا یک مهندسین مشاور خلاصش بخوام بکنم براتون، برای گرفتن پرمیت ما همه کارهایی که لازم هست رو با کمک دوستان و همکارانمون انجام میدیم، و خلاصه برای کلاینت های ما شرط رو فراهم میکنیم که با یک قرارداد خلاصه به پرمیتشون برسن، و همه اون هماهنگی های داخلی و اون کاری که بین دیسیپلین های مختلف معماری استراکچر و مکانیکال هست رو ما در داخلی انجام میدیم، و در خدمت عزیزانی بودیم تو این جلسه افتخار داشتیم. خب اما این موضوع جلسه ما ساخت خانه‌های سفارشی کاستوم هوم با فولاد سرد. ما از اون جایی که حالا موضوعی که بخوام خلاصه تر بخوام بپردازم، یه مقدار راجع به بازار خانه سازی در تورنتو با هم گفتگو خواهیم کرد، و همچنین در مورد ساخت خانه ها از طریق در واقع از طریق متال استاد و کولد فرم گفتگو خواهیم کرد، و یک مقایسه خواهیم داشت بین سازه های چوبی و سازه هایی که با کولد فرم ساخته شدن. فقط قبل از اینکه بخوایم به این اجندا بپردازیم، چون بخوام بحثمون به شکل گفتگو باشه یک طرفه نباشه، واسه اینکه محیطی ما داری مناسب تر باشه، هم حالت یخ شکن باشه هم یک گفتگوی اولیه باشه، یه سری میخوام که
واقعیت‌های جالب در مورد تورنتو رو با شما در میون بگذارم و از شما میخوام که یه سری سوال چهارگزینه‌ای هست که میخواستم که شما به این سوال‌ها پاسخ بدین. بعدم نیست، حالا هم فانه و همین که خب خودتون میدونین کار کسی که کار بیلدینگ انجام میدن، بیلدرها و دیولپرها، اینا بحث صرفا تکنیکال و فنی نیست. باید یک بیلدر یا یک دیولپر خیلی اطلاعات داشته باشه، از مطلب فنی رو بدونه، مطلب زیبایی رو بدونه، قانون و مقررات بدونه، بدونه که تو شهر و جامعه چه اتفاقاتی داره میگذره. خلاصه یک اطلاعات عمومی هم باید داشته باشه. که خلاصه از این منظر سعی کردم که یک سری مطالب رو آماده کنم خدمتتون. خب آماده هستین؟ سوال چهارگزینه‌ای. سوال اول، جمعیت کلان شهر تورنتو تا سال 2036 یعنی 15 سال آینده به نظر شما چند میلیون نفر خواهد بود؟ 7 میلیون؟ 10 میلیون؟ 12 میلیون؟ 12؟ 8 میلیون؟ الان چند نفریم در واقع تو این شهر؟ 4 نه، طبق سرشماری 2021 آره 6 میلیون هستیم حدودا، بالغ بر 6 میلیون فکر کنم 6 و 400 یه همچین حدودی. تا 15 سال یه خیلی زمان زیادی نیست، قراره که حدود 50% از 6 میلیون برسیم به 9 میلیون. البته پیشبینیه، میدونین پیشبینی از 7 میلیون شده تا 11 میلیون، ولی خب یه همچین رنج 9 میلیون امتداد روندیست که تا کنون طی شده، ولی خب نمیدونیم حالا این چیزیست که تا کنون اگر با همین روند بخواد جمعیت پیش بره 9 میلیونه و 9 میلیون اولین چیزی که بخوان، این 3 میلیون آدم بخوان بیان تو این شهر، اولین چیزی که میخوان چیه؟ خب خونه است دیگه. یعنی این یعنی نشون میده که خلاص ما تو فیلدی هستیم که بسیار دیمندش بالاست و بعد دیگه به هوشمندی خودمون بستگی داره که تو این بازار های دیمند چطوری بتونیم استفاده بکنیم. خب به نظر شما کدوم یکی از این عبارات نادرسته؟ تابستان پرباران ترین فصل تورنتو است، سی ان تاور بلندترین برج جهان است، تورنتو امن‌ترین کلان شهر در آمریکای شمالی است، جزیره تورنتو بزرگترین جامعه بدون اتومبیل در آمریکای شمالی است. سی نادرسته. سی نادرسته. خب دیگه بی. اوکی دیگه گزینه دیگه دی. اوکی خب ببینیم چی هست. در واقع شاید برام جالب باشه، یعنی ولی تابستان از بیشتر میزان بارندگی در فصل تابستانه. پاییز زمستون که خب برف میاد، پاییز هم کمتر از تابستانه. سی ان تاور تا سال 2012 که شروع نکنم بلندترین برج جهان بود، ولی الان دیگه نیستش. یه برج اسکای تری اگر اشتباه نکنم در توکیو هست، بلندترین برج. و آره برج میلاد میدونی رتبهش چنده؟ برج میلاد تهران. آره آسیای دنیا. دنیا آره ششمیه. البته وقتی که ساختن، آره وقتی که ساختن برج کوالالامپور رتبه سوم رو داشت، بعد ایرانی ها با قول معروف کلک رشتی زدن همون برج رو ساختن، 15 متر آنتن رو بلندتر زدن شدن سوم، ولی الان رتبه ششمه. در آمریکا شمالی تورنتو امن‌ترین کلان شهره و اینجا خوشبختیه واسه ما که در کلانترین شهر. کلانترین شهر دنیا کجاست فکر میکنی؟ توکیو کلانترینه، بعد سنگاپوره، بعد اوزاکای ژاپنه، چهارمیش تورنتوه. در دنیا چهارمین کلان شهر سیف تورنتوه و چهارمی هم درسته. یعنی آدم فکر میکنه که مثلا در مناطق شمالی نمیدونم اسکیموها اونجاها جای باشه که اتومبیل نیست، ولی بزرگترین جامعه بتونه اتومبیل همین جزیره تورنتو آیلنده که در واقع اجازه ماشینا نمیتونن اونجا برن، یا باید از دوچرخه استفاده کنی یا پیاده رو بری. خب چند درصد از شهروندان، منظور سیتیزن ها هست نه که کسی که مقیم اینجا هستن، سیتیزن ها یعنی اونه که پیار دارن یا دانشجو، نه چند درصد از کسی که سیتیزن هستن و در تورنتو زندگی میکنن خارج از کانادا به دنیا اومدن؟ 70%. خب 50% 50% کسی که سیتیزن هستن، حالا مثل من یا مثل خیلی از شما، ما در خارج از کانادا به دنیا آمدیم و تا 15 ساله پیش بینی میشه که در کل کانادا
50% سیتیزن ها در واقع خارج از کانادا بدونه و این نشون میده که چقدر مالتی کالچر این شهر و بزرگترین اقلیت قومی ساکن تورنتو چینی ها اوکی نه ایرانی هم نیست جزوه هندی چینی سیاهان فیلیپینی ها هندی ها هستن البته با اختلاف خیلی کم یعنی هندی ها 12% هستن چینی ها 11.4 بقیه هم که حالا کمتر مرتفع ترین نقطه شهر تورنتو یعنی جی تی ای نه چون هرچی میریم بالا به سمت نیو مارکت اینه ارتفاع زیادتر میشه دقیقا مرتفع ترین استیلز و یانگ استیلز و کیل استیلز و جین استیلز و وود بریج آره دیگه استیلز مرز شماله تورنتو استیلز و وود بریج خب حدس بزنین خیلی اشکال اتفاق نمیافته هیچ حدسی ندارین؟ کیل 209 متر در واقع بین دوتا رودخانه است دیگه کیل از این طرف هامبر ریور هست این طرف هم دان ریور که خب رودخانه پایینن استیلز بالاترین نقطه است متوسط درآمد سالیانه یک خانواده در کلان شهر تورنتو به نظر شد این آمار مال قبل از کوویده بعد از کووید آماری ندارم ولی خب این آخرین آمار قبل از کووید هست حدس بزنین به نظر شما مشتری شما هستن دیگه مشتری 85,000 دلار خب ببین چقدر مشتریتون پول دارن آخه خب حتی این چیز دیگه فامیلی اینکامه یعنی آقایون آقا و خانم چفتشون با هم آقا و خانم با هم باشه اوکی خب دیگه حدس دیگه 115 بره 105 البته این مال جی تی ای هست مال خود تورنتو 95 ولی در جی تی ای 105 هست یعنی اتون هر چقدر بریم به سمت شمالتر مشتری پولدارتر پیدا میکنیم خب سردترین دمای ثبت شده شهر تورنتو چند درجه هست خونه هایی که میسازیم باید چند درجه رو تحمل کنه گزینه چند یعنی؟ گزینه سی میگین؟ گزینه دی 39 واو گزینه بی هست سردترین دمایی که ثبت شده در شهر تورنتو منفی 32 البته مال فکر کنم 1960 اون موقع باشه الان داریم گرمتر میشه ولی خب این سردترین دمای ثبت شده اونجا هست اون خب چند تا آسمان خراش حالا چه ساخته شده چه در حال ساخت حدس میزنید تو در تورنتو هست دیویستا گزینه سی رو گفتین شما دیگه آی من دست گزینه دی رو موافقین شما خیلی بلند فکر میکنین شما بلند طبیعی در واقع 280 تا هست من آمارشو داشتم حدود 120 تا ساخته شده هست 160 تا در حال ساخته که مجموعش 280 آسمان خراش داریم و اما بلندترینش کدومه First Canadian Place Scotia Plaza آورا و One Bloor Scotia Plaza اوکی One Bloor One Bloor اوکی خب First Canadian Place بلندترین ارتفاعش 298 متر معادل 72 طبقه است البته آورا با 272 متر بلندترین ساختمان رزیدنشیال هست 78 طبقه و وان بلور هم 78 طبقه است ولی 257 متر البته من ساعتی که بود پروژه وان بلور آقای میزراهی بلندترین برج کانادا است ببینید 78 طبقه هستش بله آرام 78 طبقه است ولی از ارتفاع 272 متره هایتش طبقاتش بیشتر از پروژه ولی فرست کانادین پلیس 298 متر بلندتر وان بلور وست منظور ایست منظور شماست نه وان بلور وست خود ساختمون وان بلور است اونجا دو تا وان بلور داریم آ گفتین شما اوکی وان بلور ایست اوکی وان بلور وست هم که مهندس هدری گفتن با بلندترین و مرتفع ترین ساختمون کانادا است اوکی پس آمارتون دقیق تره مرسی اونا هم
بله بله ممنونم، مرسی. خب متشکر از همه دوستان که در این گفتگوی در واقع در این سوال‌های اول جلسه شرکت کردیم. فقط قصد ما این بودش که یه به قول معروف یخا باز بشه و راحت‌تر گفتگو بکنیم. ولی به موضوع خودمون برگردیم، قبل از اینکه من بخوام وارد بحث فنی بشم دوست داشتم که گفتگوی بکنیم، چون مهمه در واقع تو این صحبت که ما می‌خوایم بکنیم در کانتکسی که راجع مارکت خانه‌های کاستوم هوم هست بیشتر مفهوم پیدا می‌کنه. خب می‌خواستیم گفتگوی داشته باشیم که به نظر شما این بازار کاستوم هوم ها تو این 5 سال اخیر به خصوص چه تغییراتی کرده؟ حالا خصوص دوستانی که سال هاست تو این زمینه کار کردن. قیمتش رفته بالا بله. نماها کاملا عوض شده تغییر کرده. بله. هرچی بیشتری میکنن، نه دلار ولیو منظورم، اینفلیشن هم در نظر نگیریم بازم هرچی بیشتری توش میکنن. درسته. لاکچری تر داره میشه خونه ها. کوالیتی بهتر و لاکچری تر. درسته. دیگه چیز دیگه به ذهنتون میرسه؟ جان اسمارت شدن. بله. آفرین. بله واقعا همینطوره. حالا بیایم من مورد به مورد میگم با هم بریم جلو. از جهت قوانین و مقررات چطور شده تو این 5 ساله؟ سعی میکنن یه دستش بکنن، یا در تورنتو جای دیگه هم همینجور دارن این کارو میکنن، قوانین از پراکندگی در بیارن. یک دست میشه و سختگیرانه تر میشه. الان سختگیرانه تر داره میشه، از جهت مصرف انرژی داره سختگیرانه تر میشه. بعضن بعضی از شهرداری آرورا ریچمون هیل ببخشید مثلا حتی از جهت نما شما دارین میگین بس نیبرهود براشون مهمه، شما مثلا میگن نماتون چی میخواد باشه. این سیمای شهری که ما میگفتیم اینجا حداقل تو ریچمون هیل که ما باشون کار میکنیم هستش. از جهت خود کیفیت های در واقع نقشه که ما میفرستیم برای پرمیت الان خیلی اطلاعات زیادی رو از ما میخوان، نمیدونم خیلی جاش رو شورینگ چقدر سختگیری میکنن. خلاصه قوانین و مقررات سختگیرانه تر داره میشه. از جهت مالیاتی چطور؟ دوباره برای CRA و نمیدونم حتی رو خونه هایی که نه فقط خونه های نوساز بلکه بعضا رو خونه هایی که رنوویشن اساسی دارن رو اونجا هم یه مقداری CRA در واقع روشون رو قیمت خونه ها هست، با اینکه تکنیکالی نیو بیلدینگ نیست ولی خب مشمولش میشه. از جهت سرمایه گذاری و هنوز بازار داغه دیگه، تورنتو رو میگن دبی نورث امریکا، یعنی واقعا بازار جذب سرمایه تو زمینه ساخت و ساز بالا هستش. اگه برگشت سرمایه به موقع باشه دیگه. حالا اونم که حالا قیمتا که داره میره بالا. از جهت سوداوری کسب و کار اگه CRA نباشه خوبه، اگه اون باشه دیگه همشون بخواه. آره آفرین، یه نکته که از همین، یعنی کاستوم هوم ها قبلا خب خیلی از بیلدرها کاستوم هوم میساختن ولی الان کم، یعنی در واقع این که خونه رو بسازی بفروشی به این شکلی که تکی مثلا، حالا اگر مثلا جای باشه شما زمینی سورنس بکنی 4 تا 3 تا توش در بیارین دقیقاً دیولاپ بکنین، وگرنه من چیزی که حالا من تجربه خودم بوده خود هومونری میاد سراغ بیلدر میگه اینو برام اینجوری بساز تا اینکه بیلدر خودش بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. قبلش میشد اسپک. بله دقیقاً الان معنی واقعیش همینه، خونه سفارشی. و عرضه و تقاضای بازار عرضه خیلی کم داره. بله تقاضا زیاده ولی عرضه خیلی کم. دقیقاً طراحی معماری هم که خب خونه‌های مدرن خیلی می‌بینیم که مدرن. زیاد شده استقبال از خونه مدرن زیاد شده، دوستان ملت هایتا زیاد باشه، سیلینگ هایتاشون زیاد باشه، دهنا بلند باشه، پنجره‌های بزرگ دوست دارن باشه. خلاصه اون ساختمون ترادیشنالی که ما انتظار داشتیم خب داره کم میشه و حالا به لطف معمارهای ایرانی هم همین نیو بیلدینگ‌ها واقعا داره مدرن بیلدینگ هم داره متداول میشه. و خب اینم نکته خیلی مهمیه، ببینید معماری و استراکچر رابطه متقابلی با هم دیگه دارن،
من افتخارشم دو هفته پیش بود آقای مهندس، دو سه هفته پیش در خدمت آقای مهندس کاشانی بودیم، موضوع صحبتشون تاریخچه معماری که دقیقاً ایشون خیلی خوب تشریح کردن که در واقع نمیشه معماری تغییر بکنه، استراکچر بخواد ثابت بمونه و یا اگر استراکچر بهتر بشه به تبع معماری هم تغییر پیدا میکنه. به قول پیتر سنگی مثل دو تا پایه که با کش به هم وصل کردن، شما یه قدم بردارید اون پای دوم مجبوره که میاد جلو و وقتی که معماری تغییر میکنه ما دیگه نمیتونیم به روش‌های سنتی خونه بسازیم، چون معماری داره مدرن میشه دیگه، ولی اسکلت بخواد سنتی بخواد بمونه که اینجوری نیست. وقتی دهنه‌ها بلند میشه، ارتفاع زیاد میشه دیگه، اون خونه های قدیمی که دیوارا توش مثلا اوپن کانسپت چقدر زیاد میشه، طبقا بعضا مین فلور هیچ دیواری نیست، پنجره بزرگ هستن، بنابراین لازمه که استراکچر هم به تبع تغییر پیدا بکنه. با همون ذهنیتی که ما داشتیم خونه های چوبی و اینا، خب مشکل میخورن، ما بعضا میان سراغ ما میگن خونه ما میلرزه، خونه دو طبقه و واقعا میلرزه، یعنی چون دهنه بلند شده، ساختمان چوبی اون ریجیدیتی لازم رو نداره و باد که میاد ساختمون ها شروع میکنن لترالی، نمیتونه در واقع شروع میکنه ساختمون لرزیدن و باید یه فکری براش بشه. خب پس این شرطی که ما درش قرار داریم و موضوعی هم که خانم یکتا سیفش اشاره کردن، خب بحث توجه به محیط زیست. الان خب یه سری خونه های پسیف هوم مورد استقبال واقع میشه، یعنی میزان مصرف انرژیشون به حد اقل، اگر ایدئالی نگیم به صفر میرسه ولی خیلی کمه و دیگه اکثر شما خونه‌ای که میسازین دیگه توی گاراژا معمولا برای ماشین‌های تسلا، ماشین‌های الکترونیک دیوایسی میذارین که شارژ بشن و خلاصه دوست دارن مردم که یه جورایی اونایی که میخوان همچین پولی صرف بکنن حاضرن که بیشتر صرف بکنن، خرج بکنن تا اینکه خونه‌هاشون در واقع برای محیط زیست بهتر باشه و تاثیر مخرب کمتری بگذاره. خب با این ذهنیت و فضایی که ما روبرو هستیم در بازار ساخت و ساز، حالا میخواییم وارد مقوله بشیم که بحث ساختمونسازی از طریق مصالح استیل کولد فرم هست، که حالا توضیح میدم کولد فرما چی هستن. چیزی هست که خیلی متداول نیست، یعنی توی مید رایزا استفاده میشه ولی توی کاستوم هوما استفاده نمیشه و شاید بای دیفالت، یعنی با پیشفرض ما این باشه خب این که گرونتره واسه چی من باید استفاده بکنم، ولی حالا بهش میپردازیم که اونجوری که ما فکر میکردیم نیست. اولا وقتی که داره خود اونر میاد سراغ ما، ما میتونیم توجیهش بکنیم که فرقش چی هستش، که حالا در ادامه من میگم خدمتون مزایاش چی هست، و همچنین وقتی که شما دارین دیولپ میکنین، وقتی دارین مثلا 4 تا خونه میسازین، 4 تا خونه مثل هم، و یا وقتی که خارج از شهر میریم که خب اونجا دیگه خیلی برام مهم میشه، لیبر خیلی مهم میشه، زمان خیلی مهم میشه، در خانه‌های کاستوم هوم بهش میپردازیم که امکان پنل سازی هست، امکان پنل سازی هست، همه چی تو شاپ ساخته میشه، میره اونجا نصب میشه و سرعت کار خیلی میره بالا. خب قبل از اینکه وارد بحث بشم، یه جمله رو از آقای استفن گاردینر آوردم، ایشون از سیاستمداران انگلستان در دوران در واقع ریفورمیست ریفورم ارا بودن، در زمان اصلاحات انگلستان، که جمله رو گفتم به نظرم جالب اومده، که بناهای خوب از مردمان خوب به وجود میاد و همه مشکلات با طراحی خوب حل میشود. و حالا طراحی فقط طراحی معماری نیست، طراحی استراکچر هم هست، در واقع ما اون فکری که باید بگذاریم رو اون اول کار بگذاریم خیلی بهتره تا اینکه در طول زمان بخوایم مسائلی که ناشی از طراحی بد حاصل میشه رو درست بکنیم. و کاستوم هوم هم انتظاری که میره ازش یک ساختمون 100 ساله است، یعنی کسی که داره یک همچین هزینه‌ای رو میپردازه برای خونه، انتظار داره این ساختمون حداقل 100 سال براش کار بکنه بدون اینکه بخواد یک هزینه مینتیننس خیلی زیادی داشته باشه، یعنی بخواد دچار حالا این سری چیزا هستن که ناگزیر هستیم ما، ولی مسئله ای رو دوست داریم. حتی برای مثلا برای روف شینگلا، الان ما روف شینگلای فلزی استفاده میشن که همون 100 سالو نیاز ندارن که عوض بشن، در واقع دیگه اون حالت آسفالت و اینا دیگه نیستن، شینگلای آسفالتی. و اگر میخوام یک ساختمانی بسازیم که 100 سال عمر کنه بدون اینکه دچار
هزینه برای مینتیننسش بشیم، هزینه جدی، خب لازم هستش که تو همون گام اول به خوبی نگاه بکنیم. خیلی چیزا شاید دیده نشه، میدونین؟ مثلا شاید ما بگیم که خب حالا فینیشینگ خیلی مهمه، نمیدونم پلامینگ فیکسچر ما خیلی مهمه، ولی حالا فوتینگ، حالا کی فوتینگ رو میبینه یا کی مثلا میبینه که این داخل دیوار ما چی کار کرده، مثلا کی متوجه میشه؟ شاید اینا دیده نشن، ولی در طول زمان واقعا اینا، یعنی عملکرد ساختمون بعد از 10 سال، بعد از چند سالی که از عمر ساختمون میگذره، نشون میده که آره این ساختمون فرقش چیه، یک ساختمون خوب و بعد فرقش چی هست. و این همون دیزاین خوبیه که آقای گاردینر بهش اشاره کرده. خب دوستان، آیا کسی تجربه داشته خونه ساخته با کولد فرم، با فولاد سر؟ نه؟ خب پس بریم شروع بکنیم که اصلا فولاد سرد، منظور ما از کولد فرم یا فولاد سرد چی هستش. فولاد سرد ورقهای نازک فلزی هست تا 5 میلیمتر، یعنی از 2 میلیمتر تا 5 میلیمتر که قابلیت استراکچرال داره، میشه جوش داد، میشه به خوبی پیچش کرد. اینها رو بدونین که عملیات حرارتی نیاز داشته باشه، اینها رو خمش میکنن، شک بهش میدن با رول فورمینگ یا با پرس، و این شکلهایی که میبینین حالت سی شیپ هست، حالت هات هست، حالت مختلف این رو در میارن. و برخلاف حالا فولادهای متداول مثل آی شیپ یا اچ شیپ که اینا نورد گرم میشن، یعنی چون ضخامتشون زیاده حتما باید حرارت بدن تا 600 درجه بعضن حرارت بدن به سرخ بشن تا بتونن اینا رو شک بدن. و مشکلی که ایجاد میشه وقتی حرارت ما به فولاد میدیم، یک تنش پسماندی تو فولاد باقی مونه بعد از اینکه سرد میشه، ولی در کولد فرم این تنش پسماند نیستش و این باعث میشه که مقاومت فولاد، یعنی نسبت به سطح مقطعی که داره، مقاومت بیشتری رو داشته باشن همین ورقای نازکی که ما بعضن میبینیم. خب این از فولاد سرد یا کولد فرم. من اول از همه میخوام به قول معروف بحث قیمت رو مطرح کنم که بگم که گرونتره، خیالتون راحت بکنم. اگر دنبال کار چیپ میگردین این مناسب نیست. میدونین ما صحبت خونهای نمیدونم ساب دیویژن و خونهای که حالا اصطلاحا بهشون میگن افوردبل و اینجور چیزها رو من صحبت نکردم. من صحبتم روی همون خونهای سفارشی و کاستوم هومی هستش که هومونری که در واقع تسلا سوار میشه، خب باید بدونه که در واقع میتونه با این مقدار بیشتر خرج کردن یک خونه بهتری داشته باشه. اول از همه من مقایسه قیمت را آوردم که بدونید اختلاف اینا چقدر هست و اونجوری هم که شاید فکر میکنیم وحشتناک نباشه. البته قیمت که من میگم خدمتتون، این قیمتی نیست که شما بخواید باش کوتیشن بدین، میدونی این قیمت خودتون میدونی که این چوب چقدر بالا پایین شد تو همین چند وقت اخیر، و این فقط یه راف استیمیشنه، فقط بتونیم یک مقایسه داشته باشیم بین ساخت. البته این قیمت فقط خود اسکلتش هست، قیمت کل ساختمون نیست. حالا من قیمتی که از دوستان گرفتم، کسانی که تو کار هستن و چه کار کولد فرم چه کار چوبی، یه همچین قیمتی گرفتم، باز عرض کنم خدمتتون، این قیمت اوریجه، یعنی در کل بخوایم بگیریم هر اسکوئر فیتی برای ساختمون چوبی 40 دلار در نظر بگیریم، برای ساختمون کولد فرم میشه 55 دلار اسکوئر فوتی در کل. یعنی اگر ما ساختمونی 50,000 اسکوئر فوت باشه، بگیم قیمت فریمینگ چوبی میشه 200,000 دلار، برای همون ساختمون اگر بخوایم با کولد فرم درست بکنیم میشه، آقای جان ماشین حساب دیدم، میشه 200 ضرب در 55، یه چیزی حدوده باید 240,000 تا باشه، درست میگم؟ بله 50 تا. چقدر؟ یه حدود 30%، 30-35% تقریبا بیشتر میشه، 50,000. یعنی توی ساختمونی که حالا شما بهتر میدونی، الان یک ساختمون کاستوم هوم هزینه ساختش نمیدونم 300-350 دلار، اگر شما بهتر بدونین، ما داریم آره ما داریم مثلا اسکوئر فیتی 20 دلار 25 دلار داریم بیشتر هزینه میکنیم، ولی حالا در ادامه من میگم خدمتتون که تفاوتاش چیا هستش، در واقع مزایای کولد فرم چیا هست. راجع به بخش قیمت کس کامنتی داره؟ اگر تجربه دیگر شما دارین بله حتما. قیمت فکر کنم قیمت قدیمه، درست هر
کمتر شده؟ هم چوب هم فولاد بیشتر شده. بیشتر شده. من یه پروژه که دقیقا انجام دادم، مقایسه کردم، فولاد سرد رسید به عدد $75 لیبر متریال و چوب حدوداً $60. اختلافش کمتر شده. اختلافش کمتر شده. آره. چوب بیشتر گرون شده. فولاد سرد در واقع خب سیستم فولاد سرد کفر رو بسیار اصلاحی به طوری تعمیم ده. یعنی یه ویژگی بهتری داره و سایدا و این هم با جنس پلاس شیپینگ در واقع میاد که خب خودش بالاخره یه اینسولیشن دیگه هم هستش و خب پست بزرگش هم برمانش دیگه. بله دقیقا. ممنونم. شما نظر داشتین راجع به قیمت؟ مایل بودم بگم که چند درصد هزینه کل ساختمان اسکلت هست؟ بل اگر فریم بگیریم الان حالا $50 $60 کل قیمت رو نمیدونم $350 میتونیم بگیم الان $350 یک ششم تقریبا فریم میشه. خب کولد فرم یکی از هزینه یکی از مزایایی که داره در ابتدا ما هزینه بیشتری انجام میدیم بابت خرید در واقع اون مساله، ولی یک مزایایی که برای ما داره اولا وزن ساختمون کاهش پیدا میکنه برای اینکه کولد فرم از چوب سبکتره و به تبع وقتی که ساختمون سبکتر بشه فلورامون سبکتر میشن، وزن ساختمون سبکتر میشه، فونداسیون ما سبکتر میشه. و حالا ما یک مطلبی که داریم اینجا میگن که کانادا زلزله نداریم، خب در صورتی که نه این درست نیست. حالا برای ساختمون های کوچک بله، برای ساختمون دو طبقه، ولی ساختمون چهار طبقه بعضن بار زلزله غالب میشه و زلزله هم نیرو نیستش. زلزله مثل باد یک نیرویی که از خارج به ساختمون وارد میشه، زلزله به ساختمون نیروی وارد نمیکنه، زلزله ساختمون رو میلرزونه و نیرویی که به ساختمون وارد میشه ناشی از جرم ساختمون، یعنی هر چقدر ساختمونی سنگین تر باشه زلزله اثر بیشتری روش میگذاره. بنابراین هرچه ساختمون سبکتر بشه و حتی توی خود طور مثلا توی اونتاریو نواحی مقدار شمالتر بریم، مثلا من یه پروژه توی متوا داشتم سمت نورث بی، اونجا ساختمون دو طبقه بود ولی بار زلزله غالب شد. حالا از این طرف بریم مثلا جنوب دوباره سمت بافالو و اینجا دوباره می‌بینید ما همین تیکه جی تی ای که هستیم یه زلزله کمی داره، ولی باز بالاخره اینجا هم هستش و وزن ساختمون بالاخره فوتینگ‌های ما کوچکتر میشن، ساختمون سبک‌تر میشه و این حسن ما امکان پنل سازی رو داریم برای کولد فرم، میتونیم همه رو پنل بکنیم و پنل رو بیاریم فقط نصبش بکنیم. زمان ساختمون میتونه کاهش پیدا بکنه. وقتی شما 4 تا خونه مثل هم دارین حتی کولد فرم قیمتش بیشتر باشه ولی چون زمان رو کاهش پیدا میدین، یعنی وقتی که دارین فوتینگ رو میریزین همزمان تو شاپ میتونه این پنل سازی شروع بشه و بعضن وقتی که فوتینگ تموم میشه کار کانکریت تموم میشه این تیم میان و طی مدت خیلی کمی چند روز، چون باید جرثقیل بیاریم ما برای کولد فرم وقتی پنل میشه، یعنی تیمی هم که میخواد کولد فرم رو اجرا کنه دوست داره که تا اونجا که میتونه همه کار رو در شاپ انجام بده، برای اینکه کرایه جرثقیل خیلی گرونه، بعضا خود کرایه جرثقیل خودش رقم قابل توجه میشه و دوست دارن که کسی که فابریکیتورها تا اونجا که میتونن تو شاپ همه کارشون انجام بدن که حداقل استفاده جرثقیل رو در سایت داشته باشن. و وقتی که شما در واقع شروع به خاک برداری میکنین پرمیتتون رو که میگیرین همزمان توی شاپ ها داره این پنل سازی ها صورت میگیره و به محض اینکه کانکریت تموم بشه خیلی سریع طی مدت چند روز تمام دیوار و فریم و روف و همه رو میزنن و میان بیرون. چون یک چیزی هم که هست کار کولد فرم، چون ترید که میاد دیگه ترید دیگه ای نمیخوان باشه چون اصلا نمیشه کار کرد، جرثقیل داره ابعاد در واقع قطعات بزرگ میخواد نصب بشه، خطرناک، هیچ ترید دیگری نباید باشه، اونا میخوان خیلی سریع همه کار رو جمع بکنن بیان بیرون. بنابراین سرعت ساخت بالا میره و زمان ساخت کاهش پیدا میکنه و همچنین بحث بیمه است، بیمه ساختمون، چون کولد فرم آتیش نمیگیره. یعنی چقدر زمان
ببینید زمانی که در واقع توی زمان اجرا که سر ساخت هست میدونین، یعنی برای ساختمون 5000 اسکوئر فیتی رو اگر همه چیش آماده شده باشه موقع که میخوان برن، طبق تجربه که من داشتم اینا میتونن یک هفته ای ببندن، یعنی کل فریمینگ شما رو همه رو با هم ببندن، روف هم تراساش رو بذارن و بیان بیرون که دیگه بقیه که میان توش کار بکنن. ولی اگر شما میخواین معمولی دونه دونه استاد بزنین نیل بکنین خیلی زمانش بیشتر میشه. زمان حالا میگم چون پروپوزال که من گرفتم دارم زمانی که قرارداد بسته میشه که دیزاین شروع میشه تا نصب میشه 3 ماه طول میکشه. این شرکت یا بقیدت شرکت لف حال اون زمان میگم اون زمان که سر سایت شما کار میکنی میدونی خود اون زمان که تو ساخته آره، وگرنه این 3 ماه برای دیزاینش، برای شاپ دراینگش، برای همه اینا زمان میبره، ولی برای ساختش و درستش هم همینه، یعنی همون طراحی خوبی که اشاره شد درستش همینه که اون زمان باید از قبل از ساخت باید شروع بشه. پالایشگاه تهران و پالایشگاه نفت تهران و دایم اونجا بود میگفتش که اینها 3 سال دیزاینش طول کشید 6 ماه ساختن، ولی بعدن اومدن حالا دوران آقای احمدی نژاد و اینا کسی کار میکردن گفتن که نه ما جا بنداز شروع میکنیم همزمان دیزاین میکنیم. بعد پروژه هایی که اونجا بود چون من مستندسازی میکردم اکثر از پروژه ها رو توی اصلویه و آره 6 ماه دیزاین میکردن ولی 10 سال هنوز تمام، اتوبان تهران شمال هنوز تمام نشده. فاز 2 شد دماوند دیگه. این واقعا همون طراحی خوبه که باید زمانی که صرف طراحی میشه در واقع باید بیشتر باشه. اون موقع زمان اجرا زمانی هستش که آدم با تمرکز، یعنی وقتی همه چیز دیده شده باشه، همه دیتیلا دیده شده باشه، دیگه ما توی اجرا دیگه فکر نمی کنیم، بلکه تمرکز میکنیم که اون چیزی که قبلا فکر کردیم و سریع بسازیم. ولی اگه از قبل فکر نشه خب بله، در خوشبینانه ترین حالت که اتفاقی نیفته باید تازه اونجا ببینیم که چیکار باید بکنیم. و همچنین بیمه رو داشتم عرض میکنم خدمتون. خب ساختمونه چوبی ما بعضا شاهد بودیم دوچار آتش سوزی شدن و کل ساختمون از بین رفته در زمان ساخت، به خصوص در زمان ساخت خیلی نمیشه آدم روی کارش، حالا اون وقتی خونه ساخته میشه آره، ولی در زمان ساخت هست نه اینجور نیست و نمیدونیم، کنترلی هم نداریم کی میره کی میاد چه اتفاقاتی میفته و بعضا کل ساختمون در زمان و چوبی هم هست، هیچ فایر ریتینگی هم انجام نشده به راحتی ممکنه ساختمون دوچار و خب باید هزینه بیمه بیشتر رو پرداخت بکنه بیلدر، شرکت بیمه پول بیشتری میگیرن، ولی وقتی که ساختمون ما فولادی باشه دیگه بحث آتش سوزی نداره و اصلا قابل اشتعال نیست و از اون جهت خب هزینه بیمه هم کم میشه و خب بحث دوام هم داریم، دوام ساخت هم داریم دیگه. حالا اگر نکته اگر شما بزنید تو میرسه اگر تجربه داشته باشید. در مقابل خورندگی چی؟ چوب مثلا در مقابل خورندگی شما کنار آب اگه بخواید ساختمان رو بسازید چه مشکلی؟ دقیقاً یکی از حسن‌های استفاده از فولاد سرده برای اینکه اینا گالوانایز میشن، بنابراین در مقابل خورندگی خب گالوانایزن یا کولد در مقابل خورندگی مقابل نیست. آره ببینید اگر شما آخه اینا در معرض مستقیم آب نیستن که، مثلا شمع پولا نیستن که دائم بخواد تو آب باشه یا مستقیما در معرض رطوبت باشه، همون رطوبت دیگه در هوا هست چون داخل ساختمون اینا استفاده میشن، به قول معروف اکسپوز نیستن به ودر. باز چوبم یه مقدار دوچار پوسیدگی میشه در بعضی از مناطق، موریانه ممکنه آسیب بزنه، مولد، همه اینا هستش که تو ساختمان های کولد فرم این دیگه این مطالب دیگه نیست اصلا. شما یه ساختمان چوبی رو که وقتی که دست به تعمیراتش میزنید وقتی ظاهرش رو برمیدید اصلا چوبا بعد از 30 سال سالمه، اصلا هیچ مشکلی نداره، به مرتبه میشه همون استرکچر استفاده کنید، هیچ مسئله نداره.
ولی فولاد سرد در مقابل رطوبت فقط هات کاربونایت بدون بفرمایید شما. ببین این اصلا هوا این ساز این فریم همونقدر تاثیر پذیر که چوب چون شما از المنتس اینو محافظت می‌کنید ولی دیسادوانتج اصلی تو سازه متال اینه که ما تو کانادا یه پدیده داریم به اسم ترانسفر هیت. خب این ترانسفر تو متال خیلی سریع‌تر اتفاق می‌افته تا چوب، یعنی سازه‌ای که 5.5 اینچ ضخامتشه و گرینش ورتیکال چوبیه، حرارت رو خیلی دیگه این فکر کنم یادم دوش از زمان دانشگاه 1.18 منتقل میکنه تا سازه فلزی. این یک دیسادوانتج برای ما ایجاد میکنه برای اینکه تو کانادا ما مجبور میشیم که از پشت اینو کانتینیوس اینزولیت برای اینکه اون ثرمال بریج رو بشکن. برای اینکه بتونیم این کار بکنیم 2.5 اینچ حداقل دست میدیم. این 2.5 اینچ باعث میشه که ما تو طراحی بشینیم تو، چون ستبک از ستبکمون نمیتونیم تجاوز کنیم. در نتیجه تو ساختمانهایی که واکاپ هست، تاون هاوس هست، اینا خیلی کولد فریم هست. اونهایی که من توش پروژکت منیجمنت انجام دادم خیلی جاذب نیست و اینکه از فضای توی شما کم میکنه. ولی تو خونه هایی که کاستوم هست دست شما بازتره، یک چیزیه که میتونیم به راحتی انجام بشه. ترمال بریج یه چیزی که واقعا باش فکر بشه، برای اینکه ما وقتی مقطع دیوار رو میزنیم یه معمار 30 سال باید پای اون دیتیل وایسه. اگر کاندنسیشن ایجاد شد توی اون انولوپ باعث بشه که کاندنسیت بکنه، رو سازه متال بیشتر تاثیر میذاره توی چوب. چون ما باید اینو کانتین کنیم توی اون محدوده ای که انسولیشن واقع میشه. وقتی شما بیرون انسولیشن میذاری، تو انسولیشن میکنی، اگه فرمش کنی که خودش واترپروفه، اگه نکنی باید ویپر بریار هم کانتینیوس ها توه، در نتیجه همون واتر ترف میشه تو. -40 بیرونه، +40 توه، 80 degrees ترانسفر هیته، یه جایی توی اون دیوار کاندنسیشن ویل هپن. حالا اینکه ما چجوری اون رو بتونیم کانتین کنیم بسید اون دیتیلیست که میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم آرکیتکت حق بده آنتر بیلدینگ کد رو پرسکریپت رد کنه، ولی وقتی مور میزنه با پاش 30 سال وایسه، چون اگه اتفاقی توی اون محدوده بیفته با معمار. یه چیزی که دیسادوانتیج دیگه هست اتفاقا اینه که تو زمان ساخت درست میشه اون میفرمایید این چوب سازه چوبی خیلی وانربله، در از 20 دقیقه میسوزه همش میکنه، ولی وقتی که شما 7 اینچ جیپسون واربورد طرف تو ایجاد میکنید 45 منت به شما تو طبقه دوم اجازه اگزیت میده، یه سطح 45 دقیقه کل ساختمان فایر ریتد میشه. ساختمانی که چوبیه برخلاف تصور عوام در آتش سوزی اتفاقا بیشتر مقاومت میکنه تا سازه فلزی، چون سازه فلزی زودتر میرسه به نقطه ذوب، مثل پلاستیک آب میشه، اون نقاط اصلیش ذوب میشه، اون کانکشن ها از بین میره و سازه میاد پایین. پس اینکه سازه چوبی دیرتر و جزئی‌تر میسوزه و اجازه میده که اون شخص ساختمان رو الان بیلدینگ کد تا 4 طبقه به ما، تا 6 طبقه به ما تیمبر اجازه هایت میده، به خاطر اینکه ما میتونیم فایر رو کانتین کنیم، میتونیم اون آدم ها طبقه 6 رو بیاریم طبقه همکار. ولی من فکر میکنم ادوانتج واقعیه اون سیستمی که الان شما در رژه بشه حرف میزنی ماناییشه. میدونی؟ برای اینکه ما وقتی سازه چوبی طراحی میکنیم 35 سال عمر مفید براش میذاریم. خب؟ یا تورم نابودش میکنه ساختمان جدید میاد جلوش یا کهنه میشه. ولی ساختمانی که شما داری میگی عمر خیلی خیلی طولانی داره و بر اتفاقا میتونه المنت رو خیلی خوب تحمل کنه. یکی دیگه اینکه سازه گرین ساختن دفنیتلی به این معنی نیست که شما از رینیوبل سورس استفاده کنید. اتفاقا اگه رینیوبل سورس خیلی دور باشه از هم و معادن آهنی یا مثلا میدونید پلانت هایی که استیل تولید میکنن نزدیک شما باشه، تو ادوانتیج شما در اینه که سازه فلزی بیارید توی ساختمان تا اینکه چوب استفاده کنید. این تفکرات الان داره میاد
وارد این محدوده ساخت و ساز میشه و آهن و این استیل داره میاد توی این سیستم از چند ورش داره میاد تو. ولی به نظر خود من مهمترین چیزی که واقعا تصور ما رو باید تشکیل بده اون دیتیله، اون دیتیل وال دیتیل ماست، چون اونه که در حقیقت میتونه تعیین کنه که ما میتونیم سود کنیم، ضرر کنیم، نهایتا دیولوپر آیا تو ادوانتیجش هست یا نه. اون چون اون کاست اولیه اتفاقا اوورانش میتونه اون رو جاستیفای کنه. وقتی ساختمان رو 5 برابر عمر کنه، شما اگه 10% اول خرجش کنی احتمالاً این خیلی راحت آفست کنه، ولی یه دیولوپر بتونه تو اون فضای تو رو بتونه همون قدر فضا بده برای ساخت، همون قدر بتونه پولش رو بگیره، من فکر میکنم این یواش یواش میدونی جا میکنه. بله بله، ممنون از نکات خوبی که گفتین. فقط من چند تا کامنت داشته باشم. در ساختمون‌های کولد فرم ما برای لترال ساپورت میتونیم سیستم بادبند بزنیم. حالا اگر من اینجا سری عکسشو دارم که برسم بهش، حالا جلوتر میارم. اینجا میبینید شما این بادبند و این گوشه ساختمون دست چپ شما میشه. ببینید ما توی ساختمون‌های چوبی در واقع واسه لترال ساپورت همون وال شیتینگ های ما پلای وودی که میذاریم اونا حکم دیوار برشی رو دارن، یعنی باید اونا باشن و بدون اونها ساختمون لترالی استحکام نداره. و اتفاقی که میفته و معمولا هم حالا خونه‌های جدید که دیگه باید یه R24 بذارن و کانتینیوس اینسولیشن هم نمیخواد، و اینجا اتفاقی که میفته جایی که نقطه که استادای دیوار ما به اون وال شیتینگ متصل شدن، اونجا یه جاییست که حرارت رو از دست میدن، یعنی از خود اون چوب حرارت از دست میره، انرژی میتونه در واقع تلف بشه. ولی در ساختمون های کولد فرم ما میتونیم از این استرپ استفاده بکنیم، بادبند ضبطداری با استرپ بسازیم و دیوارهای ما میتونه دنس گلاس باشه، چون دنس گلاس لترالی ساپورت ایجاد نمیکنه. یعنی اگرم حتی شما باید دیوارتون نان کامباستبل باشه و اونجا دنس گلاس استفاده میکنین، دنس گلاس رو باید بذارین روی پلای وود، حواستون باشه، چون از جهت مگر که لترالی فکری کرده باشین که سخته. و این دنس گلاس نسبت به حرارت، چون بالاخره مانعی هست، دنس گلاس مقاومت حرارتیش بالاست، این خودش یک حسنه. و اون بحث کانتینیوس اینسولیشن که شما گفتین، میتونه این دنس گلاس ها با همون R24 که ما میگذاریم داخل و این دنس گلاس ها، و جالب اگر شما برین تو SB3 نگاه بکنین که اونجا میگه که در واقع تو SB3 نگاه بکنیم، اونجا بحث در واقع اشتعال رو چوب و متال استات که یک دوم اینچ درایوال بهش میخوره یکی شدن. یعنی این بس که شما میگین این هستش و مقاومت حرارتیش هم همینطور، یعنی همون مدل همون رو به ما میده چوب، و حتی در یک جای به نظرم میتونه کولد فرم بهتر باشه به خاطر همین کانتینیوس اینسولیشنی هستش که دنس کلاس ایجاد میکنه و ما معمولا نمیگذاریم در ساختمون ها R24 میذاریم بین استادها. حالا اگر بخوایم برگردیم، ولی خب نکات خیلی خوبی رو گفتی، اینا تمام بحثای تحلیل هستن، میدونی اینا بحثای تحلیل هستن. خب معایبی که داره کولد فرم، هزینه اولیش خب بیشتره، شما باید پول بیشتری در اول ساخت بدین بابت ساخت. و حالا توی ساختمون کاستوم هوم هم تریدی که میخواد بیاد اونجا کار بکنه بیشتر با چوب در واقع معنوس‌تره، با چوب تجربه بیشتر ترجیح میدن با چوب. ولی اگر بخواید شما کولد فرم بزنید بعد بره تو شاپ و دیگه یه لول دیگه هستش، و هزینه متریال و لیبری که ما پرداخت میکنیم برای زمان ساخت بیشتر هستش، و خب نیروی کار ماهر کمتری هم پیدا میشه، شرکتایی که این کارو میکنن برای کاستوم هوما کمتر هستن. اینها رو میتونیم از معایب نام ببریم. حالا من نمیدونم اگر مواردی هم که شما گفتین بحث از دست دادن حرارت و اینا میتونه باشه، ولی میتونم اونا رو میتونیم در واقع با همون دنس گلاس هایی که میگذاریم میتونه این دیتیل که باشه. آره. چون دنس گلاس ارزش اولیش خیلی
از پلایوود بهتره. آره از پلایوود بهتره. و ما حالا R24 که میذاریم بعد اینسولیشن رو، اون توتالی چیزی که بعد به ما بده رو تامین میکنه. حالا بحث مزایایی که داره، خود فولاد سرد از فولاد گرم بهتره، یعنی نسبت به فولاد سرد، چون ما تو فولاد سرد دیوارا رو، دیوارمون میشه دیوار لودبرینگ مثل استاد والا، ولی وقتی فولاد گرم بخوایم استفاده کنیم، مثل ساختمونی که ما تو ایران میساختیم، دیوار دیگه لودبرینگ نیستن، فریم بیم و ستون و یه طور وزن رو هم میبره بالا، و هم این که نسبت اون فولاد گرم، حالا جایی که ما باید بگذاریم، مثلا جایی که پنجره تا زیر سیلینگ میخواد بره بالا، میدونی اگر بخواد یه بیم داشته باشیم محدودیت ایجاد میکنه، بعضی موقع بیم ما فلاش نمیشه، ولی این فولاد سر چون دیوارا لود بیرینگ میشن، این مزایا رو به ما میده. بحث خب پوسیدگی و نمیدونم مولد و اینجور چیزا خیلی مقاوم تره. بحث اینکه قابل اشتعال نیست و باعث در واقع از این جهت بهتر هست، یعنی فایر ریتینگ کردن چوب سخت‌تر تو ساختمان 6 طبقه. هم تجربه که من داشتم اینو دارید حجم میگیرید، باید شما چند لایه درایوال بزنید، 2 لایه 3 لایه اینا. البته اینجا سوالی که همون همکارمون صحبتش کردن، آیم از کاشانی اشتعالش، آره یعنی شروعش بر. خیلی مسلمن یه کاغذ زودتر آتش میگیره تا یه، ولی کلن تمام ساختمان‌های فلزی هم باید کاملا چیه؟ در مورد آتش با درایوال یا با فرمالدهید درست بشه. حتی اون فولاده گرم که صحبت کنید که چندین برابر مقاومتر از فولاده سرد هستش در مقابل آتش، اونا هم همش باید چیه؟ از در مقابل آتش چیز بشه؟ بله، درجه حرارت به حدود 800 درجه برسه فولاد دیگه مقاومتش از دست میده. مسائلی که تو همون ساختمان‌های دوقلو که اومد پایین، همین استفاده از آهن بوده دیگه، همه اینا با فولاد گرم ساخته شده بود، فوری همشون در مورد آتش خم شدن و کل ساختمون چیه اومد پایین. این که تو ساختمان‌هایی که مثلا من خودم این بار بستم تو ساختمان‌های تجاری، همه مهم نیست این تیراهنی که اونجا گذاشته شده یا کالبی که گذاشته شده چقدر مقاومه، حتما باید در مقابل آتش چیه؟ 100%. ما زمانی رو میخواییم که در واقع بتونیم ساختمون رو تخلیه بکنیم، یعنی کدم میگه مثلا 2 ساعت 3 ساعت، میدین اینجور نیستش که ساختمون بخواد 2 روز بسوزه و آدم ها توش باشن، مهم اینه که زمان داشته باشیم برای تخلیه. منظورم همون 2 ساعت فولاد زودتر خم میشه، حالا با چوب مقایسه نمیکنم، با بتون مثلا. بله بتون که خب خیلی بهتره. بتون چیز اتفاقی که تو بتونی میفته، بتونی عایق خیلی خوبیه، ولی حرارت باعث میشه که میلگرده از داخل بزرگ میشن و میپاکه به اصطلاح، آره میتره که بتون. بحث این که برای کفسازی ها، ما یکی از مشکلاتی که داریم ساختمون ها بعد از 20 سال 30 سال یواش یواش کف ها شروع میکنن به سر صدا کردن و اون میخا جا باز میکنن و هیچ کارش هم نمیشه کرد، ولی وقتی که ما از جویست های در واقع جویست های سی شیپی که کولد فرم هست استفاده میکنیم، چوب هم خوب روش میشینه، یعنی اسکروهایی هستن که هم مال چوب هم مال، یعنی بر هر دو به کار میبرن، و حتی اگر نخواهیم کف بتونی به استفاده بکنیم، حتی با کف چوبی بازم خوب رو هم میشینن و دیگه اون بحث سر صدا و اینا رو دیگه کمتر خواهند داشت. یه سوال در اینجا من بکنم، یه غلطی ایمپرشنی هست که ساختمانایی که با فولاد سرد درست میشه به خاطر همون مسائل انقباض انبساطشون زیادتر از چوب صدا میده، این ایمپرشن هست، آیا چون من خودم درست نکردم؟ بله، کار تجاری هستم بیشتر. این چه جوری هستش؟ آیا چنین چیزی وجود داره؟ من نشنیدم. کفو اتفاقا مثبت شو گفتی. آره. ولی خود اسکلت به هر حال هوا سرد و گرم میشه، در باز میشه، ولی چه جوری هیچ صدایی نشنیدم راست چی بخوایم. بعد تحقیق کنم. برام چنین من چندین بار شنیدم. نکته جالبی رو گفتی. فایر پلیس الان درست میشه. فایر پلیس میگن که فایر پلیسی گران قیمت، میگن فریمینگش باید با چیز باشه، با
چوب باشه با فولاد باشه درست. اونم زیاد حرارت داره دیگه. وقتی تموم میشه من دیدم یواش یواش صدا میده. درست. اینو در اینجا هیچ صحبتی شده؟ تحقیقی شده؟ من نشنیدم. البته اون اختلاف حرارت هم اونقدر زیاد، خب فایر پلیس خیلی شما که روشن و خاموش میکنین خیلی زیاده، ولی توی فولا در سر مثلا تغییر دما و اینا نشنیدم راستش بخواهیم. مرسی، ولی نکته خیلی جالبی رو گفتین. سوالی دارم استرکچری در مقایسه دو تا ساختمونی که استرکچر چوبی هست سایز استیوی و پوستای اصلی نسبت به هم چطوریه؟ یکیه یا دویه استیل استراکچرهای کمتر هستش؟ ببینید ما برای حالا فقط ستونا رو میگیم؟ کمتر ستونم تیر کمتر هستش، یعنی ما مثلا دهانه تا 7.5 متر رو هم بعضن با 10 اینچ و 8 اینچ، بعضن خب فولاد تیکنسش بیشتر باشه بهتر میشه، میتونیم با 8 اینچ و 10 اینچ حتی دهنی 7.5 یعنی 20 فوت 21 فوت اینا میشه. ولی اگر بخوایم ما جویست استفاده بکنیم، جویست چوبی، چوبی ما یک سری بیم و پوست فلزی داریم. آها، وقتی که پوست و بیم فلزی داریم، خب مقایسه این پوست و بیمای فلزی در سازه های فلزی سایزش یکی هست یا متفاوته؟ سایز فلزی کمتر میشه. اگر بخوایم با فلز هات رول بزنیم، با فولاد گرم بزنیم، فلز کمتر هستش نسبت به همونو. اگر بخوایم با کولد مثلا بالا سردر گاراژ یا جایی رو بخوایم، منظورتون همچین جایی هست، تیر فلزی بذاریم، هات رول و کولد رول، درست میگم؟ هات رول چون سطح مقطعش بیشتره، چون سطح مقطعش بیشتره، خب ما برای جاهایی که بار در واقع گسترده داریم، هر چقدر در واقع کاربرد فولاد سرد اینه که شما بار گسترده داشته باشین، مثل کف، مثل دیواره باربر، ولی وقتی به سمت بار نقطه‌ای ما حرکت میکنیم، اونجا در واقع طبیعت اصلی کولد فرم اونا نیستن. حتی اگر ساختمون هم کولد فرم باشه، واسه اونجا دوباره ما مجبوریم که بیایم تیرای فلزی بگذاریم. و همچنین مثلا ما قاب خمشی نمیتونیم بزنیم، مامنت فریم اگر لازم باشه بزنیم، دهنا مثلا پنجره ها و اینا جوری باشن که ما لترال ساپورتمون دیگه اون بادبندی ها اینا جا نداشته باشیم و باید مامنت فریم بزنیم، دوباره ما باید بریم سراغ همون فولاد گرم، هات رول باید بریم استفاده بکنیم. در حقیقت فولاد سرد همون کلتون در مجموع پین کانکشن دیگه، یعنی به هیچ عنوان فیکس کانکشن نیست، همش پین کانکشن. بله بله، چون اتصالاتش با اسکرو هست. دقیقاً در مقابل زلزله بهتر اتفاقه پین کانکشن، به هر حال بهتر از فیکس پین کانکشن. نه لترالی وقتی بار جانبی ما داریم، ما واسه پین کانکشن که شما میگین اتصال ساده، لترالی مقاومتی نداره و ما باید مامنت فریم داشته باشیم که بتونه مقاومت جانبی داشته باشه. بله یه جاهایی، بله دقیقاً، مثلا جایی که شما پنجره‌های بزرگ دارین، مثلا ساختمونتون حالا دیواره جانبی که سمت سایت هستن مشکلی نداره، ولی فرانت و بک ساختمون که پنجره‌های بزرگ میخواییم بزنین و دیگه جای دیوار فضایی ندارین که مثل شیروال استفاده بکنیم، اونجا ناگزیر میشیم که مامنت فریم ما استفاده بکنیم، که مامنت فریم ما با این فولادای متداول گرم هات رولد استفاده میکنیم. اون سافتوری که محاسبه میشه این کورد فرما میاد کل ساختمون یک پارچه محاسبه میکنه؟ ببینید ما سافتور مختلفی هستن که واسه بخوایم کل ساختمون رو با هم بخوایم مدل بکنیم، تمام ساختمون رو میتونیم مدل بکنیم همه رو با هم دیگه، و مثل سافتوری مثل استات پرو، ای تابز، اینا مدل میکنیم ما کل ساختمون رو. ولی وقتی میخوایم دیزاین بکنیم یه بیم خاص و یا جویست خاص، و چون کل فرما یه مقداری در واقع روابطی که توشون هست پیچیده تره، مثلا اینکه انحنای ورق چقدر باشه، همه اینا توشون تاثیر داره، اونا رو یه سافتوری دیگری هست به اسم CFS، Cold Form Steel CFS، که ما از اون سافت‌ور استفاده می‌کنیم واسه طراحی المان‌ها.
نه واسه کل بیلدینگ. خب بحث مزایاشو بخوام بگم ادامهش، بحث این که خب ساپلایرهای محلی هستن، ما میتونیم بگیریم. حالا من دارم چوب هم فکر کنم این سری مافیا و اینا داره، حالا تو این دورانی که کرونایی که بود، آره یه دهی هستن که حالا اسنهی برم، ولی خب یه سری گرفتار مافیا و اینجور چیزا هست، ولی کلدفرم راحت تر میشه پیدا کرد. بحث کیفیت خود کلدفرم بهتر هستش دیگه، چوبا بخصوص چوبای رگولر، لامبره لگولر مثل SPF و اینا بعضا ترک دارن یا نمیشه استفاده کرد، باید کاتشون کرد. خب اینا سری داخل خود اینا سوراخ هست، در واقع فکتوری که میزنه اونایی که برای استاد والا هستن به خصوص سوراخ هستش که این سوراخ ها برای سیم کشی به ما کمک میکنه و لوله کشی. و بحث برای پری فابریکیشن در صورتی که پیش ساخت دورریز کمتری داره و وزنش هم که گفتیم کمتره. اینا مزایا و معایبی است و به خصوص اون دیتیلی که آقای کاشانی اشاره فرمودن خیلی موضوع مهمی است که در واقع باید تحلیلشون کرد اینها رو، برای به موقعیت تحلیل کرد. بفرمایید. یک مزایای دیگه شما اینه که شما بیلینگ کد اجازه میده که شروع بذاری روی این، یعنی میتونی یه کامبینیشن استفاده کنی، تراسا رو میتونی چوب بری. یعنی آنتریکوت اجازه میده که، اجازه نمیده آهن رو روی چوب بذاری، ولی چوب اجازه میده روی آهن بذاری. اینه که میتونی از این سیستم هایبرید استفاده کنی. حتی ما چوب هم میتونیم مثلا وقتی بار گسترده داریم مثل فلور این کار رو میکنیم، چوب رو میتونیم. حالا مثلا شما نگاه بکنین، ما اینجا مثلا ما تیر جویستمون جویست فلزی هست ولی روی استادوال چوبی نشسته. من اینجا رو داشتم تجربه که استفاده کردیم، چون یا برعکسش هم بوده، چوبی روی متال نشسته یا متال روی چوب نشسته. بعد حالا اینا مثلا CS-PAN هستش، یعنی یه فابریکیتور خاصی هست که خودشون سوراخ میکنن و داکتای هوا میتونه یا پلامینگا میتونه از تو اینا رد بشن، دیگه نیاز به بریدن نداره. حالا نکته که شما کردین سازه هیبرید، این نکته خیلی مهمیه. یعنی ما در نهایت شاید بگم آینده مال سازه های هیبریده، یعنی ترکیب همه اینا. شاید تا 30 سال پیش مثلا مامنت فریم و استیل تو ساختمونا خیلی متداول نبوده، ولی الان دیگه خیلی متداوله، ما مامنت فریم استفاده میکنیم و در آینده شاید تا 5-10 سال آینده ببینیم که دوباره ترکیب چوب و کولد فرم و یعنی این کامبینیشن اینها، شاید اینکه همه ساختمون چوبی باشه یا همش کولد فرم باشه یه جورایی بهتر باشه. و دیگه مثلا ما دهانه 7.5 متر رو با 8 اینچ، مثلا کل فلور ما شده 12 اینچ با حالا پلایوود و درایوال و همش با هم، در صورتی که ما با مثلا بخوایم با آی جویست چوبی بخوایم بزنیم نه نمیتونیم، میره رو 14 اینچ و 16 اینچ و اینا. و خب اینو مثلا یه نمونه تیره که تیرمونم با همین کل فرمات دیزاین میکنیم، ترکیب چند تا از این سی شیپ ها رو کنار هم میذاریم، مثلا ترک هم میتونه بالا پایینش بشینه، اینا رو کلش رو ببنده. یه بحثی که وجود داره و واقعا بعضی موقع اذیت کننده میشه، بعضی از شهرداری ها در زمان پرمیت لازم دارن که شما شاپ دروینگ و تراس رو بهشون بدین. ما پروژه‌ای داشتیم بعضا 3-4 ماه طرف منتظر مونده برای اینکه واقعا خیلی نمیدونم سرشون شلوغه یا به هر علت، تا بیان فقط به ما نقشه تازه بدن، در صورتی که میشه تراس رو با کولد فرم ایجاد کرد خیلی سریع‌تر و فاصله‌اش هم تا 4 فوت ما میتونیم تراس ها رو بندازیم. حتی اگر ما 4 فوت گرفتیم یا باید اون شیتینگ ما دیگه 1 اینچ باشه، چون وقتی تراس ما 2 فوت میگیریم تراسای چوبی رو، پلایوود ما 1/2 اینچ کفایت میکنه، ولی وقتی که میریم 4 فوت یا باید تیکنس اون وال شیتینگ ما، روف شیتینگ ما بشه 1 اینچ، یا اینکه یه سری مثل پرلین هستن بین تراسا میذارن میشینن که در واقع تیکنس روف شیتینگ ما کمتر بشه. ولی در صورت این هم یک گزینه ایست، اگر زمان برای شما مهم بود و خورسته یه زمانه عجیب غریبی بهتون گفتن 3-4 ماه بعد
بیا ببینیم برای چی کار میتونیم بکنیم، رو این فکر بکنید، چه بسا خرپاهاتون رو حداقل بتونیم با کولد فرم بتونیم بسازیم. من تجربهشو داشتم، آره. من محدودیت کد ندیدم راستش بگه کد گفته نمیتونم. ببینید بس پوینت لوده خب؟ ببینید بس پوینت لوده، ولی وقتی ما تراس استفاده میکنیم این یه جورایی بار گسترده محسوب میشه، نه بار پوینت لود. آره. و خیلی جالبه اگه اجازه بدم که این حداقل رو پوینت لود شما بتونید اینو استوار کنید. خیلی جالبه چون سریع‌تر هم شما 6 ماه 4 ماه بعد وقت دارید رو تراس باید سر کنید. این ونتیلیشن که روف داره با این پروفایل ها مشکل نداره؟ چون هوا بالاخره هوای مرطوب توش حرکت میکنه. بله حرکت میکنه. نه وقت گالوانایز میشن، نه اینا گالوانایز هستن. من موردی بر نخوردم، ولی سوال خوبیه. خوردگی ایجاد نمی‌کنه. اون همون در واقع محیط به شدت خورنده نیست که هات گالوانایز بخواد بشه، همون گالوانایز معمولی که میشن اینها. ولی خب میشه سوال، میشه نمیدونم شو بخواین، نشنیدم موردی که این بخواد خورندگی بخواد آسیب برسونه، ولی میشه تحقیق بیشتری کرد. برای جلوگیری از این مسئله میشه فوم زد و در نتیجه هوایی توش نباشه، این هوایی آن ونتیلیتد باشه. بعد دقیقاً البته سیلیت باید هنوز یه ذره بشه متا داخل خونه یه سیلیشن خیلی کم از همون هوای فردس میشه براش از یه طرف ورودی و خروجی گذاشت، متا باید خرجت زیاد میشه، باید حسابی فوم اسپری فوم باید بشه. ولی من بر نخوردم، ولی میشه آدم میتونم دقیق‌تر بررسی بکنم اگر خواستین این که این در واقع این فولاد رو باعث خوردگیش بشه نشنیدم. و تا دهانه 16 متر تقریبا 45 فوت اینا ما میتونیم که با کولد فرم خرپا بسازیم براش. و یکی از بحثایی که ما داریم بحثه تو این ساختمونای مدرن بعضن تو رفتگی بیرون اومدگی تو ساختمونا هست، مثلا لبه روف اینجا شما میبینین اومده بیرون، دیوارا اومدن بیرون، اینها رو با چوب اجرا کردن کار سختیه. کنسول ها بعضن خود جویست که میگه 2.5 فوت بیشتر نمیتونین، از آی جویست بخوایم استفاده کنیم، حالا اگر هم بخوایم بیم بگذاریم تا 4 فوت 5 فوت، ولی خب با کولد فرم خیلی راحت تر میشه یه همچین سطوح کنسولی رو ایجاد کرد. بحث تالوال، دیواره بلند مثلا کنار راپلا یا جایی که دبل هایت داریم، ما خیلی جا مجبور شیم 2x8 بذاریم اگر بخوایم چوبی باشه، چون ارتفاع دیوار بالاست و اصلا تا بعضن 20 فوت 23-24 فوت ارتفاع سقف و اصلا خود اون چوب میشه اسپیشیال اوردر. ولی ما با کولد فرم میتونیم با همون در واقع 6 اینچ میتونیم که تامین بکنیم تا ارتفاع 8 متر رو. بادبندی ضربدری که عرض کردم خدمتتون یه حسنی هستش که باعث میشه ما نیاز به پلای وود نداشته باشیم، در واقع لترال ساپورت اون همین بادبندی ضربدری میگیرن و اینا پنل ها پیش ساخته هستن که در شاپ ساخته میشه و میاد با جرثقیل تمامش سریع نصب میشه. و خب اونجا فریم هم میبینیم، مثلا اینجا ما متال دک و کانکریت گذاشتیم، اگر بخوایم ما بخوایم فلور هیتینگ سیستم استفاده بکنیم این لوله های آب گرم داخل همون کانکریت 2.5 اینچی که ما کانکریت میریزیم روی متال دکا داخل همون میشینه و دیگه لازم نیست ما یک تاپینگ مجزایی داشته باشیم براش. بله خلاصه اینا مطالبیست که حالا مزایا و معایب کولد فرم ها رو به ما میده و میتونیم روی این فکر بکنیم، کنار نگذاریم کولد فرم رو که کلا بگیم نه واسه رزیدنشیال نمیشه، و یا در جاهایی میشه مثلا از جویست، از دیوار یا حتی از خرپای کولد فرم استفاده بشه. خب در صد دوستان اگه سوالی داری من در خدمتتون هستم، بفرمایید. قربونتون برم. ممنونم. خب بسیم هست. ممنونم. FRP همون ورقای نه ورق نیست دیگه، همین بیما همه سوتو
در از با FRP و GRP ساخته میشه. ما توی کولینگ هایی که با بتون اجرا میکردیم با دلو زمین ما توی بتوشیده و آره همون FRP رو کانکریت از بتون از کانکریت خارج کردیم به FRP و GRP به کل سازه همین با همین فرمته. ولی آره FRP چون تو کشش خیلی قوی هستن، بعضن از فولاد هم خیلی بهتر عمل میکنن اونجا، چون مختلف داره دیگه. حالا مثلا حتی فایر ریتاردنت هم داره که اصلا هیچ وجه آتش سوزی هم نمیده. بله جایی که ما ساختمان فولادی داریم مثلا زیر پل ها، چون فولاد تو کشش ضعیفه، فولاد ترک میخوره، توی فشار خیلی قویه ولی تو کشش ضعیفه. حالا چه جاهایی که میخوایم اصلا فولاد رو سبکتر کنیم یا FRP خیلی برای جاهایی که میخواییم تعمیر بکنیم، مثلا پارکینگ های بیسمنت ها که دچار خوردگی میشن یا دک پل ها، ما اینا رو میگیم از زیر این FRP ها رو میذاریم که اونا رو تقویت. ولی چون فولاد تو کشش خوب هستش من نشیدم جای FRP رو در کلن ساختمانه فولادی و حالا چه کولفوم چه هات رو استفاده بشه. بفرمایید. عمل کرده این کفای فلزی که وایبرشن کم نسبت به چوبی چقدر بهتره؟ آره سوال خوبیه. ما تو وایبرشن در کوتاه مدت میخوایم بگیریم یا بلند مدت؟ اگر ما متال دک و کانکریت بذاریم که خیلی خوب میشه. این متال دک و کانکریت خب خیلی بهتر از مثلا همون پلایوودیه که ما فلور میندازیم. بحث دیگه هم تو بلند مدته که تو بلند مدت بالاخره سازه چوبی یواشه چون میخوا جا باز میکنن کلفون بهتر هستش. میشه پلایوود رو به یک جویست فلزی کار کنن؟ بله بله اونم میشه. وقتی در مورد با جویست چوبی بهتر هست یا دقیقا نمیتونم جواب سوالتو بدم. یعنی همون مثلا ما همون ارتفاع اگر جویست داشته باشیم، همون ارتفاع مثلا مادرش بخوایم جویست فلزی بذاریم و ولی پلایوود هم برای جفتشون یکی باشه. دقیقا نمیتونم جوابتو بدم که در این حالت مقایسه کدومشون بهتر هست. آره. استرا بازی درای پک کنیم چه معمولی باشه. من اصلا فکر میکنم که ما چون خیلی برمیگردم به صحبت اولیه، چون ما خیلی سپلایمون کمه و دیمند فوق العاده زیاده، ما داریم به سمت تفکر مصرف روشن و وقتی میریم به اون سمت این سیستم یه سیستم جایگزین خوبه essential. ولی روی دیتیلیگش باید کار بشه که بزنه فابریکیت بشه بیاد سری سایت مثل پازل به هم وصل بشه. من فکر کنم ما واقعا داریم به اون سمت بخواییم خیلی درست روشن فکر کنیم، ما باید به اون سمت بریم برای اینکه بتونیم این دیمند وحشتناک رو توی یه میلیون نفر به سه سال گیر میاد اینجا توی این مملکت هفته دستش میاد این استان اینا جا میخواد. واقعا این یه شورتجیه که یه خونه دو خونه ست تا خونه نیست. این یه چیزه یه پرابلم خیلی بزرگی مملکته که ما باید بریم به سمت مسئول داشتن. و بحث دیگه هم که شما گفتین اصلا بحث لیبر هم هست، یعنی وقتی ما تو شاپ اینو میسازیم نتونه کیفیتش بهتر میشه بلکه لیبر کمتری هم هست. ولی لیبر سر سایت راحت نیست پیدا کردن، اونم با کیفیت های دیگه کیفیت میاد پایین. ولی دیتیلش خیلی مهمه. بله این ثرمال بریج که من به شما گفتم برای یه مهمان حرف اول آخر رو میزن. اگه بیرون شما استاکو داشته باشی یه R7 بهت میده اوتوماتیک، یعنی یه کانتینیوس اینسولیشن یه R7 شما تقریبا میشه گفت ثرمال بریج نخواهی داشت. ولی اگه به جای اون یه اینچ ارگپ داشته باشی و میسونری داشته باشی، یعنی انولوپ بیرونش میسونری باشه، این همیشه برای شما مشکل شون توی اون ارگپ ایجاد شده که اون میسونری دو طرف حرارتش یکسان باشه. اگه منهای 40 این هم پشتش منهای 40 اگه به اضافه 30 درجه از باقی امیدیده 70 درجه این هم پشتش هم اون یک اینچ تنین کننده ترک نخوردن اکستریر، برای همین اون یک اینچ هوا رو میاره درست در مجاورت این اسمبلی. ما باید یک کاری کنید که این ثرمال رو بشکنید.
که روی پلایوودت خطای سیاه نرسه، اینسولیشن رو خیس نشه. این خیلی سده دیتیل خیلی جدی جدی میخواد. به تو هم ساختمان های چوبی یه شرکت های مشخصی هست که تراس دیزاین میکنه تو این قسمت چی؟ برای دیسکرت فرسی تراس دیزاینش یه شرکت های جداییه یا کسی که نه فابریکیتورهایی که پنل سازی میکنن همونجا دیگه دیزاین بله اگر تو شاپشون در واقع چیزی که اونا میگن حالا یه چیزی دارن به اصطلاح میگن که اگر بتونیم حملش کنیم میتونیم بسازیم، حالا انگلیسیش الان یادم رفته، یعنی ابعاد براشون خیلی مهمه، عامل محدود کننده شون حمل کردنش، مثلا آره طولش که خیلی زیاد میشه، میشه بحث ترافیکی پیش میاد براشون، بنابراین نه اونا محدودیتی ندارن، تو هر قدی که بتونن حمل بکنن تو ساختش مشکل نداره. دقیقا لاگرام تو چوب همین مسئله مجاست که برش میزنن برای همه. بله. الان چیز اجرا شده توی بله 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 ما خودمون توی تورهیل دو تا ساختمون داریم. بله بله کاستوم هومانی عکسی که گذاشتم خدمتتون عکس ساختمون واقعی بود. ما الان دو تا ساختمون داریم توی تورهیل داریم با همین شکل اجرا میکنیم چون ساختمونایی هستن که مدرن هستن و سخت جمع کردنشون با چوب و اون بحث دوام هم هست دیگه. این کسی که داره چند میلیون دلار صرف میکنه دیگه انتظار ساختمان 100 ساله داره و حاضر یه مقدار بیشتر خرج بکنه ولی یه خیالش راحت بشه. قربون شما، ممنون از حوصله‌تون.